به شم هشم نعصه و نسلی اخت و مشه مراشا قهیلت یعقوب ازرت هشم رسیدیم به صفحه 768 یلغوت یوسف دو سیمان چهار پرق واو ادامه حلاخای مربوط به اورلا مورد امروز شتافوت اسرائیل به گوی به متع اورلا یعنی شراکت فرد اسرائیل و غیر در نهال اورلا الف کسی که کاشته درخت میوه و میخواد کم کنه از ضررهایش در سه سال اول از ایقاردین میتونه که بفروشه به غیر یهودی میوه های سه سال اورلا رو قبل از اینکه بروید اون میوه ها در درخت و اون غیر یعودی میخوره این میوه ها رو و اینجا ای استفاده از میوه های اورلا نیست چون که اون میوه ها هنوز به دنیا نیمدن و انسان نمیتونه به تملک دیگری در بیاره چیزی که به دنیا نیمده و خود به خود اون چیزی که فروخته به غیر یهودی مکان رویش اون درخت هاست و اون درخت ها به نیاز میوه هستند و اون خود درخت های اومدن به دنیا و فقط نیست در این ایسور استفاده از دین اورلا حقیقتا در زمان ما تو ارس اسرائیل هر کسی که یش خشاش مادامی که این ترس وجود داره که اگر بفروشن این درخت رو به غیر و برگرده و بفروشه این میوه های اورلا رو به یهودی دیگر هر موقع یه چنین ترسی وجود داره شایسته است که رفتار کنه که انجام نده اون فروش رو اونطور که گفتیم چون که نزدیک به حتمه که لغزش بندازه بدین وسیله یک یهودی دیگری رو فقط اگر اون میوه های گوی فروخته میشن میفروشن اونها رو در بازار به صورتی که باطل میشه در اکثریت میوه هایی که اورلا نیست این موضوع مجازه و ترسی در این نیست نیز از تورت انهاگا یعنی نظر رفتار و رسم هم هیچگونه مشکلی وجود نداره این سعیف آلف رو توضیح میدیم اینکه این درخت میوه سه سال از میوه هاش استفاده نکنن از زمانی که کاشتنش این یه مقداری میتونه ضرر برای فرد یهودی به وجود بیاره حالا راه حلی که خخامی معین کردن برای حل این مشکل اینه که از ایقار دین میتونه این درختی که میوهدار هست بفروشتش به غیر یهودی برای سه سال اورلا قبل از اینکه این میوه های درخت رویش کنه و این گویی میتونه از این میوه هاش استفاده کنه اینجا ایسور استفاده از میوه های اورلا نیست چرا؟ چون این میوه ها هنوز به دنیا نیمدن و انسان نمیتونه چیزی که به دنیا نیامده رو بفروشه و چیزو چه چیزی رو اینجا به غیر یهودی میفروشه مکان رویش اون درخت ها و اون درختها که الان هستن در زمان ما در ارست اگر این ترس وجود داره که اون غیر یهودی که این سه سال رو این میخره این درخت ها رو که هنوز میوش به وجود نیامده رویش نکرده اگر ترس این رو داریم که بره به یهودی بفروشه این شایسته است که این کار رو نکنه چون که نزدیک به حتم یک یهودی دیگری رو به آبون میندازه ولی اگر این میوه های غیر یهودی فروخ میفروشن اونها رو تو بازار این میوه سه سال فروخته میشه تو بازار و مخروط میشه با اکثریتی که اورلانیست این موضوع مجازه و ترسی درش نیست شماره بت میفرماید همچنین در ارس مجازه که بفروشه به غیر یهودی میوه های سال های اورلا رو برای سه سال قبل از اینکه این میوه ها به دنیا بیاد و ترس از نظر اینکه اونها رو مورد لطف قرار نده نیست یعنی در صورت هایی که مجاز کردن پستین بفروشه تو ارس و قبلا توضیح داده شد که تمام این از اصل دینه ولی شایسته است که رفتار کنه که نفروشه اونطوری که گفتیم مادامی که این ترس وجود داره ترس واضح که اون غیر یهودی بفروشه به فرد یهودی اون میوه های اورلا رو و اون رو آونکار کنه و لغزش بندازه شماره بت میفرماید همچنین در ارس هم میتونه این میوه ها رو با اون توضیحی که دادیم بفروشه برای سه سال اورلا قبل از که میوه به دنیا بیاد خب مسئله لطف کردن به ملت های هم نیست اینجا مشکلی وجود نداره ولی شایستن که این کارو نکنه به صورتی که گفتیم بخواد بفروشه این میوه های سه سال رو اگر ترس داریم که شاید این میوه ها به یهودی فروخته بشه شماره گیمل مجازه که فرد اسرائیل به غیر یهودی بگه تو بگیر تاکستان من رو یا این باقی که دارم و درش این درختان اورلا هست و کار کن درش و میوههاشو بردار و من میگیرم تا تاکستان تو رو که سه سال ازش گذشته و من کار میکنم در اون و میوههاش رو برمیدارم ولی آسوره که حساب کنه با اون گویمه چقدر میوه خورده به خاطر اینکه بخوره اسرائیل در مقابلش دقیقا با حساب یک راه دیگری که اینجا برای جلوگیری از ضرر سال اورلا وجود داره اینه که فرد اسرائیل به غیر یهودی میگه ببین این تاکستان من یا باغ من که درختانش اورلا هست برای تو و برو توش کار کن میباشم بخور منم تاکستان تو رو باغ تو رو که سه سال ازش گذشته روش کار میکنم و میباشم میخورم این اشکالی نداره ولی آسوره که بیان حساب کنن بگن چقدر بوده چند کیلو بوده چه بوده و دقیقا بخواد حساب کتاب کنه در مقابلش که در عوض او بخواد بگیره اینطور آسوره کلی میگه دالت میفرماید که اسرائیل و حکوم شای به بنتیا یعنی یک نهالی رو یک فرد یهودی و غیر یهودی با هم رفتن خریدن شریکن درش و شرک کردن از ابتدا اون دوتا شریک که اون فرد غیر بخوره سالهای اورلا و فرد اسرائیل میخوره سه سال از سالهایی که بعدش هست و اینکه این مجازه که این کارو بکنن به شرطی که با هم حساب نکنن مثلا حساب میکنه چقدر میوه خورده و اون اکومه اون اکوم در سال اورلا تای تا که بخور اسرائیل مقابلش همون میبا این آسوره بخوایم حساب کنیم این آسوره که این آسوره به خاطر اینکه عوض میکنه میره های اورلا رو و اگه شرط نکنن از اول آسوره که عوض کنن میبه های سه سال اون اورلا رو با عکوم مثل هر ایسور دیگری شماره داله توضیح میده که یک فرد اسرائیل و یک فرد غیر با هم رفتن درختی رو خریدن یه نهالی رو خریدن و شرط کردن از ابتدا نکته از ابتداست که شرط کردن این دو گفتن خب سه سال اولش برای تو و سه سال بعدش هم برای من بدون ایچی که بخوان بگن چقدر میوه هست چقدر میوه برای تو چقدر میوه برای من مقدارش رو اصلا نگفتن این اشکالی نداره در صورتی که نگن چقدر خورده اون غیر یهودی که در مقابلش هم یهودی بیاد همون قدر رو بخوره و استفاده کنه از میوا چون اگر بخواد حساب کنه این آسوره داره عوض میکنه میوای اورلا رو و این مجاز نیست حالا اگر از ابتدا اینا شرط نکردن بازم آسوره که سه سال اول برای غیر یهودی باشه سه سال بعد برای یهودی چون داره استفاده میکنه مثل هر ایسور اینجا هم مجاز نیست پس از اول باید شرط کرده باشند. شماره ه میفرماید که آسوره که فرد اسرائیل بچینه میوه ها رو برای غیر یهودی از درخت غیر یهودی که اون اورلا حتی مجانی که اینک استفاده میکنه به اون چیزی که داره خوبی میکنه با این اورلا به این غیر یهودی به در نتیجه استفاده کرده از ایسور اورلا یک فرد, یک فرد یهودی نمیتونه بره به باغ یک فرد غیر یهودی که درختاش اولاست و مجانی هم براش میوه بچینه چرا به خاطر که استفاده میکنه او خب قدانی میکنه یک کادوی میده بالاخره یه جورایی میخواد تلافی کنه که ما رفتیم میوه درخت سه سالش رو چیدیم و اینجا ما داریم استفاده میکنیم از ایسور اولا چون گفتیم که ایسور اولا آسور به انه هاست شما واب میفرماید نخری شمخر پروت یک غیر که داره میوارو میگه اینا اورلاست یا نتروایی این معافش رو قبول نمی کنیم حتی اگر مطال خوم را نتیاج که بخوایم سختم بگیریم حتی میگه از فلان هم گرفتم بازم قبول نمیکنیم کنیم همطور غیر که کار میکنه در باغ درختان و میگه این میوه هاش این اینم مورد قبول نیست و نمیپذیریم ازش قسمت بعد فصل هفته دین اولا به اسیسیم و عبارت شتیلیم یعنی قانون اورلا در اون حسین ها در گلدون ها و عبور دادن جابجا جا کردن این نهال ها حکمش چیه الف میفرماید کسی که میکاره درخت میوه ها رو در میان گلدون حتی اگر اون گلدون سوراخ نداره اون میوه ها خیابن به اورلا بعضی ها فرق میذارن در گلدونی که سوراخ نیست با گلدونی که سفالی و گلدون چوبی و طبق حلاخا بایستی که بدونیم این قانون اورا هست چه در گلدون سفال چه در گلدون چوبی پس اینجا ما یاد گرفتیم که کاشتن نهال در نهال میوه در میان گلدون حتی اگر سوراخ هم نداره این خیابه به اورلا چه اون گلدونش سفال باشه چه اون گلدون چوبی باشه شماره بت میفرماید شتیلیم شل افرکسیم یعنی نهالهای هلو و امثال این که قرار میدن در طول حدود یک سال در خاکی که در میان کیسه های نایلونه و هست سوراخ در این کیسه به صد در کنارش کشنه این با خصی سانتیمتر حدود دو سانتیمتر و نیم و اونا گذاشتن رو زمین زمین دنیا زمین گلی و اون سقیوت و اون کیسه او برداده میشن در اون اتومبیل های باری معمولی لشتخ امیتا در سطح اون مثلا نهالی که در اون مشاب اون محل قرار داره و اون نهال عبور داده میشه با اون گوش اون کلوخی که داره اون گلی که داره که باعث بقای این نهال میشه و میکارن با همون گلهاش و واضح شد توسط افراد خدا ترس که شکی نیست که این نال ها هایا مناخیم لپخوت کم ما خوداشیم که قرار داده شدن لاقل چندین ماه قبل از ماه الول تش... 5760 و در نتیجه اگه بخوایم حساب کنیم سه سال اولا رو از زمانی که اونها رو توی کیسه گذاشتن سال 5760 حساب میشه چون که این میوه ها سال تشسگ و این چنین که میوه های سال تشسگ خواهد, خواهد بود موتار بعد از اینکه ما این رو پیدیون کنیم چون دین نت ربایی و باعثی که حساب کنیم سال اورلا رو از کاشت این نهال ها و تخم ریختیم و کاشتیمش و که مجاز میکنن حتی اگر اون کیسه پلاستیک سوراخدار نبوده حتی عبور دادنش هم با ماشین سوراخدار نبوده صد البته با کیسهایی که سوراخ داشته و حقیقتا لخط خیلا بایستی که فتفا بدیم که عبور بدن اون نهال ها رو با ماشین باری که باز به پایین در سوراخ های بزرگ به قطر دو سانتیمتر و نیم فقط به دیابت میشه سبوی گرفت همونطوری که ما گفتیم و اگر ضرر زیاد هست میشه اتکا کرد بر اونایی که مجاز میکنن و تمام این هتر رو میشه ما قرار بدیم موقعی که اون نهال کاشته شده در کلوخ منجمد شده سفت شده این چنین که مسوگال که باعث پابرجایی اون نهال میشه در روز لاعقل بدون ای که بخوان تو زمین برگردن به کارنش بنابراین بایسته که مواظب باشن که در اون ماشین ها اتومبیل ها تکون نخوره اون کلوخ خاک به خاطر اینکه نتونه اون نهال پابرجا بمونه همطوری که ما گفتیم توضیح سیف بت به این شکل هست که نهال هلو رو که گذاشتنش توی خاک در میان کیسه نایلون و در پهلوی این کیسه نایلون سوراخهایی وجود داره به اندازه قطر دو سانتیمتر و نیم و اونا رو میذارن رو زمین و اون کیسه ها رو با ماشین میبرن جابجاش میکنن و میفروشنش و جای دیگه میکارنش و اونایی که واردن دقیقا گفتن که این کیسه ای که الان توش نهال هلو هست همینجوری این قابلیت ادامه حیات رو داره و اینم قبل از ماه الول چند ماه قبل از ماه لولی کاشتنش پس چند ماه قبل از ماه لول یک سال حساب میشه اگر فرض کنیم که قبل از ماه الول 5760 باشه این چند ماه یک سال حساب میکنیم و سال 5703 5763 اینجا مجاز میشه که ما بخوایم نترروایی روایی رو حساب کنیم اینجا رو بیشتر توضیح میدیم یک نهالی رو زدن توی یک کیسه ای یا اینکه کاشتن توی یک کیسه ای که در دیوارش قطر دو سانتی و نیم سوراخ وجود داره و این کی کاشتن اینو چند ماه قبل از ماه لول 5760 و این چند ماه رو ما یک سال حساب میکنیم خود سال 5761 یک سال 61 دو و 61 سال دوم میشه 62 دو میشه،, دو میشه سال سوم و 5763 دیگه این سه سال اورلاش تموم شده با وجوده که دو ماه و چند ماه بوده دو, ماه، دو سال و چند ماه بوده و این مجاز میشه به عنوان اولا فقط مسئله نتروایی داره که اونم جای خودش قابل حله بعضی ها مجاز میکنن میگن حتی اگر این کیسه سوراخ دارم نیست بازم حتی اگر با ماشینی بردنش که ماشینه هم کفش سوراخ نداشته بازم مسئله نیست صد البته اگر کیسه سوراخ داشته ولی خط خیلا بهتری که با ماشینی باشه که سوراخ داره اون قطعه دو سانتیمترونی فقط به دیوت میشه سبا گرفت اگر که ضرر زیادی است میتونیم اتکا کنیم به اونایی که مجاز میکنه این در... اما اینا در صورتیه که اون خاکی که اطراف این نهاله یک کلوخ منجمد و است و این قابلیت این رو داره که پاورجا ببونه 14 روز بدون ای که بخوان تو زمین بزننش بنابراین بایستی مواظب باشه وقتی که تو ماشین میارنش این کلوخ سفت و منجمد باز نشه از هم نریزه و متلاشی نشه که نتونه این درخت با بجا بمونه شماره گیمل میفرماید که درخت میوهی که او رو کندنش ریشه کنش کردن بردن جای دیگری و اون کلوخ خاک از اطراف ریشه باقی نمونده ما باید بشمالیم سال ارنا رو از نو چون کلوخ و گل دورش نبوده که بتونه باش با ادامه حیات بده این دوباره میست که شروع شده به کاشتن از حالا باید اورلا سه سال اورلا رو بشماریم و اگر کندنش از با خاکی که اطراف ریشه ریشه اون هست و اضافه کردن بر اونجا خاک و ریشه دوانده اونجا در زمین تخمین میزنن اگر میتونسته با اون خاک اولیه که باهاش اومده بدون اضافه خاک ادامه حیات بده این مثل اینکه سر جای خودش کاشتنش و معافه و اگر نه خیابه به اورلا که دوباره باید سه سال رو بشمارن یعنی اینکه اون افراد وارد ببینن که قطع نشده حیات این درخت در زمانی که ریشه کنش کردن تا اینکه که بخواد پوپیوند بخوره با زمین در مکان جدید میشمارن برای او از به صلاح کاشت اول تا اینجا رو توضیح میدیم اینجا دو حالت برای ما توضیح دادن حالا یکی اینکه یه درختی رو ما یک نهالی رو ما میخوایم برداریم از یه جایی به یه جای دیگه ببریم اگر این رو با خاک اطرافش با گل اطرافش محکم و سفت ما این بر میداریم میبریم که ادامه حیات میتونه با این گل خودش بده ما از ابتدا حساب میکنیم که این چقدر ازش گذشته و اون رو جز حساب سه سال میاریم ولی اگر با گل خودش نیست و میبریم جای دیگه ای میزنیمش با اون گلی که بتونه ادامه حیات بده با اون گل نیست از نو باید سه سال رو بشماریم و افراد وارد باید بیان تا تشخیص بدن که این با گلش قابل ادامه حیات بوده یا قابل ادامه حیات نبوده ادامه سعیف گیمل صفحه 770 میفرماید همچنین اگر اون افراد وارد دیدن اون کلوخ و گلی که اطراف این نهاله و تصمیم گرفتن نظر دادن قطیت دادن که نمی میره قبل از اینکه بخواد پیوند بخوره در جای جدید و رفت و اون رو کاشت و ندید بلو را ایملون نیفسخیوتو و ندید که قطع نشده حیاتش قبل از اینکه پیوند بخوره در مکان جدید اینا این اتکام میکنه بر اون افراد وارد طبق اون پیشنهادی که کردن پس تا اینجا میگه که این گلی که دورش بوده گفتن این خوبه جای دوم میتونه قشنگ دامه حیات بده پس و اینطور هم شده پس ما به حرفشون دکیه میکنیم و از ابتدا میتونیم این سه سال رو حساب کنیم و بعضی ها میگن که لازم اون درخت بتونه سه سال بر یعنی حیات ادامه بده و بعضی ها میگن که نه کافیه که بتونه همون چهارده روز ادامه حیات بده و از که نیست اینه که لازم نیست که بتونه زندگی کنه با اون گل خودش سه سال بلکه کافیه که بتونه حیات پیدا کنه تا اینکه که جای دیگری جذب بشه کمون اندازه د... چهارده روزه ولی اگر اون درخت مرد و شروع کرد که پژمرده بشه و برگشت و ریشه داد میشماریم از کاشت دوم اگه شک داریم تو اسرائیل آسوره و در خوصل آرست مجازه نکاتی که در این قسمت آخر سیف گیمل به ما یاد داد اینه که کافیه که این گلی که این نهال درش قرار داره بتونه چهارده روز ادامه حیات بده این کافیه و ما حساب میکنیم که این خوبه و اون محل اول مدت کاشتی که داشته حساب میکنیم ولی اگر اون درخت مرد و یعنی کاشتیم جای دوم و مرد و شروع کرد که پیج مرده بشه برگشت و ریشه دواند این دیگه قسمت اول اون کاشت اولی حساب نیست از حالا باید سه سال رو حساب کنیم حالا اگر شک داریم نمیدونیم حالا چطور شده اگه تو اسرائیل اینو آسول میکنیم در خوش لارس ما شکش رو سبک میگیریم شما دالت میفرماید درخت خوراکی که دیگه گذاشتن ازش سالهای اورلا و بریده شده یا شکسته شده و اگه باقی مونده از اون ساقش بر روی زمین و برگشته و بزرگ شده پاتور از اورلا و اگر بریده شده یا شکسته به شاوه این پنه اقلق هم سطح زمین یا کوتاتر از زمین و برگشته و بزرگ شده میشوارن برای او سال اورلا رو از نو از زمان شکست بریده شدن یا شکستن و اصلا که میگن اگه باقی مونده کمتر از تفق روی زمین به سلام میشماریم از نو و حلاخا طبق نظر اول هست توضیح شماره دالت اینه که یک درختی که سه سال اورلاش گذشته شکسته یا بریده شده میخوایم ببینیم از ساقه روی زمینش چقدر مونده اگه باقی مونده از ساقه که روی زمینه و برگشته و بزرگ شده این اشکالی نداره و معاف از اورلا نمیخواد دوباره بشماریم سه سال ولی اگر اون نهال بریده شده اون درخت بریده شده که سالش گذشته سال اورلاش گذشته همسطه زمین گفتیم اگر بالاتر از زمین بوده از روی سطح زمین بوده خب این معاف از اورلا ولی اگر همسطه زمین یا پایینتر از زمین این درخت رو بریدن و برگشته و بلند شده بزرگ شده از نو باید سه سالو بشماریم از زمانی که بریدنش و حالا خامینه یک بار دیگه این رو توضیح میدیم خدمت ثروان یک درختی رو بریدنش یا شکسته میخوام ببینیم چقدر از زمین بلنده اگر بلندتر از سطح زمینه و بعد بزرگ شده و رشد کرده این معاف از اولا. ولی اگر هم سطح زمین بریدنش یا پایینتر از سطح زمین بریدنش برگشته بزرگ شده این از نو باید سه سال رو براش حساب کنیم و کاری به یک تفخ نداریم که باقی مونده از سطح زمین یا نه حالا این نیست کاری به یک تفخ نداریم اگه بالاتر از زمین بود اورلا نداره اگر هم سطح زمین یا پایین تر از زمین بود از نو اورلا رو حساب میکنیم شماره ه میفرماید که تاکستانی که خواستن لحقلیف اتزن خواستن عوض کنن اون نو رو و بریدن تمامش رو تا زیر زمین لبیتخ از نه آداما اون وقت ایرکیوهو و خازرو رو به کیسو و آداما و برگشتن و پیوندش دادن و پوشوندنش با خاک میشمارن سه سال اورلا رو از نو پس میخوان نو این تاکستان رو عوض کنن اومدن تا بریدنش تا زیر زمین یعنی این نهال انگور رو بریدن تو اون تاکستان تا زیر زمین و بعد پیوندش زدن و پوشوندنش تو زمین دوباره باید سه سال رو حساب کنن شما رواب میفرماید درختی که کنده شد و باقیمون درون یعنی ریشه کن شد و باقیمون درون ریشه متصل حتی به کرفتی یک سوزن که باهاش میکشند اون پارچه یا لباس رو بعد از بافت که معلومه که میتونه حیات پیدا کنه بدون ادامه خاک معافه حتی اضافه کردن بر اون خاک زیادی یک درختی رو ریشه کن کردن ولی ریشه متصل تو زمین هست به اندازه کلفتی سوزن معلومه که میتونه حیات پیدا کنه بدونه که خاک بهش اضافه کنن در این صورت حتی اگر اضافه کردنم اینجا معافه از اینکه بخوایم اورلا رو بشماریم بارو خشم لولام آمین و آمین